در سال 1323 در تهران متولد شدم. خانوادم خانواده متوسط بالا، سطح بالاتر طبقه متوسط بود. دلیلش هم این بود که ریشه های هر دو ریشه های آخوندی بود. یعنی پدر بزرگم مجتهد بزرگ گیلان بود، پدر پدرم. پدر مادرم هم از مجتهدین خانواده طباطبایی بود و پسر عموی مرحوم میرسید محمد طباطبایی رهبر مشروطه بود و از اونجا میرسیدن به سید محمد مجاهد و به اصطلاح مرجع تقلید دوران اواخر فتح علی شاه بود و باز دوباره پدری و مادری هر دو میرسیدن به ملا محمد باقر مجلسی، مادری از طرف مادر و پدری از طرف نسل بعد از نسل. وقتی به دنیا آمدم پدرم قاضی بود، دادستان تهران بود و بنابراین بعد از اون هم در همین مرحله سلسله مراتب اداری رو طی می‌کرد. مادرم هم حافظ دوست و حافظ شناس بود. بسیاری از اشعار حافظ رو از بر داشت. وقتی می‌نویسم بی اختیار تک بیتی ها، بیت ها، این چیزهایی میاد. این میراث مادریه. از این لحاظ خیلی راضی هستم، شانس آوردم که این چیزا در اختیارم بود. و بعد هم قبل از من چهار برادر بزرگتر و یک خواهر بودن. اینها هم کم و بیش اگه کتاب میخوندن کهنه هاش به من همیشه میرسید. یعنی سهم بیشتری از خود اونها در این مورد داشتم و این بود که میگم شانس. توی کتابم هم نوشتم که فکر نمی‌کردم که یه همچین زندگی احتیاج به زندگی نامه داشته باشه، برای اینکه امکانات در اختیارش بوده، به دنیا آمده، مدرسه رفته، دانشگاه رفته، رفته سر کار، همینطوری فوقش وزیر شده، سفیر شده. این هم یک چیز عادی است. اونایی که زندگی نامه می‌نویسن کسانی هستن که رنجی بردن و بدون امکاناتی تونستن برای خودشون یه وضعیتی فراهم بکنن که استثنایی باشه و احترام انسان رو اونها واقعا برمی‌انگیزه. ولی خب حوادث زندگی هست و اتفاقات هستش که میتونه از اون زندگی عادی آروم متعارف هم یه وضعیت قابل بیانی، قابل ذکری درست بکنه. برای من همچین وضعی پیش آمد. ولی خاطره که میگید برام شایدم شیرین بود، یعنی حالا شیرین شده، در زمان خودش نبود. و اون مطلب رو هم نوشتم موقعی است که منو بردن کلاس اول، اسممو نوشتن و ما خونمون توی قلهک بود، رو بلندی، پایینش رودخانه بود، روبروش هم سفارت روس بود. ما اینو می آمدیم یه مدرسه‌ای که اسمش رو نمیدونم، روز اول که منو آوردن و ولم کردن اونجا و رفتم، من تنها مونده بودم، نمیدونستم حالا چیکار باید کرد، میترسیدم، نگران بودم. دیدم یه مشت میز و تخته قهوه‌ای رو ریختن توی یه حیاطی، نگو بین صاحبخونه مدرسه و مدرسه، هنوز اختلاف سر اجاره و چیزهای دیگه. تا نزدیکای ظهر ما بلا تکلیف تو حیاط میپلکیدیم. بعد آمدن و نیمکتا رو بردن بالا و یه اتاقم به ما دادن تو طبقه بالا و در اونجا شروع کردن روی این صفحه نقطه گذاشتن و نقطه میذاشتیم. بعد میگفتن این نقطه رو به هم وصل کنید با خطوط مثلا صاف. و من
ضمن اینکه این کار لازم بود به لازم بودنش فکر نمی کردم، به اینکه این کار چه معنی داره، اینکه کاری نداره، کار احمقانه به نظر می رسید. حالا ما از یه خونه خوبی می آمدیم تو اون محله ده قلحک، بچه ها آمده بودن و اینا زیر ناخوناشون کثیف بود، سرا همه تراشیده بود، نوشته بودم سر بچه ها خیلی پنچر بود، یعنی که سنگ خورد و شکسته بود، جای شکسته یا مو در نمی آمد، همینطوری این پنچری ها رو ما می دیدیم. و از اونها برای اولین بار تو زندگی فوشای خیلی بد یاد گرفتم. من اصلا تو خیابون نبودیم و اینها به همدیگه فوش میدادن مثل ریک، یعنی 6 سالش بود، یه هفته نگذشته بود میرفتم مدرسه که خواهرم شروع کرد سر به سر گذاشتم و به من رو عصبانی کردن که یه مرتبه من یکی از همون فوشا رو دادم، بلان بلان شده نکن که مرتبه دیدم پس گردنم سوخت. نگاه کردم دیدم دایی من آمده بود دیدن از راه رسیده بود، دیده بود من یه حرف رو میزنم معطل نکرد و این پس گردنی رو ما اولین بار خوردیم. فهمیدیم که هر حرفی هر جایی قابل بازگویی نیست. بعد آمدیم همین کوچه مجلسی سر دورای یوسف‌آباد، دیگه بقیه عمرم اینجا بود، یعنی از کلاس اول ابتدایی بعد از 2 ماه که از اون مدرسه کذایی آمدیم بیرون همراه بود با اسباب کشی و آمدم مدرسه فیروزکوهی. مدرسه فیروزکوهی برعکس بود، مدرسه فیروزکوهی مدرسه خیلی عیونی بود، خیلی شیک بود، مثلا هنوز خونه های ایران شوفاژ نداشت، این مدرسه شوفاژ داشت، کلاس ها فقط رو به آفتاب بود، اون قسمت رو به شمالش فقط میزای پینگ پونگ بود و جای رختکن و بعد هر کلاسی روبروش یه میز پینگ پونگ داشت و خیلی خوب بود فیروزکوهی. بعدها اینا رو عوض کردن، کلاس های رو به شمال جنوب کردن. در مدرسه فیروزکوهی اونجا ما با چیزای سیاسی تو اون مدرسه آشنا شدیم. مدرسه 2 قسمت شده بود و بین این 2 قسمت کتککاری میشد. دبستان رهبری یکی از این گروه ها با بهمن باتمانگلیچ بود که چند روز پیش ها فوت کرد، که این تلسکی اینجا رو درست کرد، یکیشون سهراب باتمانگلیچ بود و این مصدقی بود، رهبر مصدقی ها بود، اون یکی رهبر حالا شاهی و مصدقی پارسال یکی بود، حالا جدا شده بود و اینها سر مسائل مختلف زد و خورد میکردن. کتک و کتک کاری. روز 9 اسفند فرا رسید، من داشتم امتحان میدادم. کلاس چندم بودی؟ کلاس سوم. امتحان میدادم توی مدرسه فیروزکوهی دختران. از یه دالونی ما رو می آوردن، اونجا سالون بود که ما امتحان بدیم. یه دفعه دیدیم شلوغ شد و ریختن و پنجره مدرسه رو شکستن، شیشه ها ریخت و معلم ها و اینا با ترس و وحشت ریختن ماها رو جمع کردن. برای اولین بار من جاویدشاه رو دیدم. دست همه یکی یک چوب بود شبیه دست کلنگ، یه شکل معلوم بود که یه جا آمده و اینا به دستشون بود جاویدشاه. و برای اولین بار من شعبان جعفری رو دیدم و ما رو تعطیل کردن. ما که تعطیل شدیم آمدیم بیرون و با بچه‌ها سوار اتوبوس شدیم میومدیم، هم بحث سیاسی ما موجب حیرت مسافرای اتوبوس شد که آخه این بچه‌ها اینا دیگه چی میگن، اینا آمدن اظهار نظر میکنن و چنین شده چنان خواهد شد چه خواهد شد، این بحث بود. مدرسه
دبیرستانم در مدرسه فیروزبهرام خوندم که یکی از بهترین دبیرستان‌های تهران بود. یعنی فقط دبیرستان البرز، حالا بعدها هدف آمد، خوارزمی آمد، اینا بودن دبیرستان خوب. من تو فیروزبهرام خوندم که معلم‌ها رو بیشتر از دانشگاه تهران می آورد و هزینه هاش رو از ماها که شاگردای آزاد بودیم می گرفت. دست مدرسه در گرفتن معلم خوب باز بود. کسانی مثل استادانی مثل هورفر، رادفر، دکتر غریب، اینها درسای علوم ما رو، ریاضی، شیمی و به خصوص شیمی عالی و اینها رو اونا درس می دادن. معلمین ادبیات ما بسیار خوب بودن، مثل ادیب صدرایی و مثل مرحوم استاد وزیری که برادر بزرگ علی نقی وزیری بود، خانواده با هنر و خودش هم بسیار بسیار آدم فاضلی بود. و این بود که یه کمی بیشتر از اون رشته ریاضی تونستن اثر بذارن. از من یه بار یکی از این مجلات خاطره ای خواست که محلی خودتون رو بنویسید. من هرچی فکر کردم راجع به اینجا خیلی حرف داشتم برای نوشتن و بخش بزرگی از زندگی من در اینجا رو ساختم. 40 سال پیش 40 سال هم هست دارش زندگی. بعد نوشتم که میدونید خونه من اینجا نیست، خونه من اون نیست که توش بزرگ شدم. و یوسف آباد رو نوشتم، کوچه هاش، بازی کردناش، اون گفتم اینجا خونه بچه های منه. اینها میتونن بگن خونه من، اونا اینجا رو می‌نویسن، زیر بمش و گوشه کنارش و همه‌ش رو خوب به یاد دارن، از ساختمانش، تیراهنایی که رفته بود. حالا پسرمو اذیت می‌کنم چون اینجا مثل یه هیولای تیراهن بود، حالا جمع شده وقتی می‌ساختن. بعد آمد گفت بابا این همه تیراهن اینجا چه جوری میشه؟ گفتم اینا همه به هم وصل میشه، خونه میشه، نگران نباش. بعد گفتش که اینا همش مال تو. گفتم که آره دیگه، خونه سالا با داری میسازی. گفت تو بمیری مال من میشه. خندیدم و بهش گفتم که آره منم قد تو که بودم، پدرم دست منو میگیره. من از اون کوچیکتر بودم، بیاورد سر ساختمانی که داشت میساخت. و یه علت علاقه من به اون خونه و محله همون دیدارهای کاملا کودکی بود. 5 سالگی و 6 سالگی که میامدم بلنه ها کار میکردم فلان و من فکر کردم خیلی خوب، حالا اینجا یه روزی خونه ما میشه. و بعد شد و بعد آمدیم توش. بعد از اونجا با میرفتیم دبستان و دبیرستان و برمیگشتیم و با دانشگاه رفتم در همونجا ازدواج کردم. نمیدونم اینا دیگه چیزایی نیستش که بخواد فراموش بشه. مطالعاتم از پینوکیو شروع شد. کلاس پنجم ابتدایی برای اولین کتابی که خوندم اسمش، یعنی همه می‌شناسن دیگه، پینوکیو یا آدمک چوبی. و من با الکساندر دوما، ویکتور هوگو اینها شروع کردم. ولی یه چیزی به شما بگم، بسیار بسیار خودم رو مدیون یکی مجله خواندنی ها میدونم، یکی مرحوم ذبیح الله منصوری. علیه ذبیح الله منصوری با بیچشم رویی و قدر ناشناسی خیلی انتقاد ها میشه. با معیارهای امروز میخوان یه شخصیتی رو که هر کسی سوادی در نسل من داره مدیون ذبیح الله منصوریه. ذبیح الله منصوری به عنوان یک دانشکده ترجمه بخواییم یه اثر او رو با
اصلش مقایسه بکنین و بسنجین نمره ردی میگیره. اما در اصلی که میخواست به ما چیز بده سواد بیاره، اولا قلم شیرینی داشت و این قلم شیرین مادم رو جذب میکرد که بقیهش چی میشه، بقیهش چی میشه. و امیرانی هم واقعا زحمت میکشید. شما کارتون نشری نستید، هفته دو تا مجله در آوردن، کار شاهکاری میکرد. این مجله رو هر دو شماره شو در هفته که میگرفتن میآوردن خونه، از اون اولش تا آخرش رو، از اون عصر تا هر ساعت شب که بود تموم میکردم میذاشتم کنار. این بیشتر از هر کتابی رو من اثر بود. و به خصوص من خیلی از مسائل رو مثلا تئوری ارزش کار مارکس رو من تو خواندنی ها از ذبیح‌الله منصوری خوندم. بعدها که رفتم دانشگاه دیدم دقیقاً همینو داره میگه. نمیدونم چرا از خودش اون اعتماد به نفس نداشت که بنویسه نوشته‌ی ذبیح‌الله منصوری. ناچار بود حرفای خودش رو لابلای حرفای دیگران بزنه. بعدم کلمه‌ای یه پولی میگرفت از امیرانی، اون کلمات رو بیشتر میکرد و میداد بیرون. بعدها آمدم مقایسه کردم با اصل، یعنی با اصلها رو که خوندم با اون خاطره کارو، دیدم فریب نداده هیچ جا. زیاد نوشته فلان ولی فریب نداده. مثلا کتاب استالینش رو، این در حدود 30 صفحه طول کشیده بود تا نوشته بودش که این مادر استالین دردش گرفته، رفتن ماما آوردن تا این به دنیا بیاد. در حالی که این تو کتاب اصلی 5 سطره. 5 سطر رو برداشته بود، گفته آره و فلان جا بود و دهکده دور بود و چی بود و یک مطالبی هم بهش اضافه کرده بود. خب شیرین، اما به دنیا آمد، یعنی دروغ ننوشته این وسط که طوری دیگه یه کسی دیگه بود و یه چیز دیگه. یا یه کتابی خاطرات یادمه که وسطش دیگه پیر شده بود، گاهی خودش رو لو میداد، به اسم پزشک نابغه. وسط داستان نوشته که ایشون آدم بسیار بزرگی بود و جالب این که دامادی داشت، چیز دختری داشت که با آقای دکتر یزدی که بعدها دبیر حزب توده ایران شد و اینها ازدواج کرد. و بعد نوشته بود و این دکتر یزدی بعدها به تهران آمد و مطب او در کوچه رامسر پشت سینما، همین سینمایی که رویال در خیابان اون موقع شاهد. وسط داستان اون میدونید نقطه میزه پانوشت بذاره بنویسه، اون اهل این حرفا نبود. مثلا میگفت چی ولی این تیکر از خودش نوشته بود، این تیکر ربطی اصلا، اون یه مقاله بوده 7 صفحه این کتابش کرده با همین چیزها. کتاب 7 صفحه واقعیت یه جراح بزرگی رو که کارش به جنون میکشه و مغز رو میبره و کلیه رو میندازه دور و این حرفا رو چنین بوده، اینو تبدیل به یک کتاب کرده بود. و خیلی از کتاباش دیگه هاش هم همینه. مثلا کتاب میکا ولتری، اون کتاب سینوهه به فارسی ترجمه شده و مثلا 250 صفحه است. این که آب رو آقای چی در 600-800 صفحه در دو مجلد ترجمه کرده. اما ترجمهش هم این نیستش فقط تخیل رو به کار رفته، تحقیقات کرده راجع به پاپیروس و اون زمان مصر و فلان و هر چی بوده اینا رو گذاشته توی این ترجمه. شیرین بسیار شیرین، بسیار شیرین. امروز دیگه هیچ مترجمی حق نداره از این غلطا بکنه، گذشته. ولی که مردم یه زمان دیگری است دیگه. ولی همه رو اون راه انداخت، یه موتور محرکه بزرگی بود برای نویسندگی و ترجمه در ایران.